رمان راز شوهر نویسنده لیان موریارتی مترجم سهر حسابی راوی فرشته از کانال کتابخانه با من فصل 24 خانه سیسیلیا زیبا و گرم و روشن بود با پنجره های بزرگ شیشه ای که رو به حیات پشتی و استخر باز می شد عکس های خانوادگی جالب و نقاشی قاب گرفته بچه ها از دیوار آویزان شده بود همه چیز درخشان و تمیز بود. اما نه در حد بسیار رسمی و زننده مبلمانش کاملا راحت و نرم بود قفسه های کتاب پر از کتاب و دکوری های جالب بود همه جا نشانه از دخترهای سیسیلیا دیده میشد وسایل ورزشی ویولونسل یک جفت کفش باله اما هر کدام از وسایل در جای صحیح قرار داشت که گویی خانه را در مناقصه گذاشته باشم و معمور آژانس املاک از آن به عنوان خانه ایدال خانوادگی یاد کند خونتون رو خیلی دوست دارم تس این را همانطور که سیسیلیا او را به سمت آشپزخانه راهنمایی میکرد گفت ممنونم خونه اوه سیسیلیا ناگهان کنار در آشپزخانه توقف کرد به خاطر کسیفی خونه خیلی ازت معذرت میخوام تست که پشت سر او راه میرفت گفت شوخی میکنی مگه نه فقط تعدادی ظرف صبحانه روی نیمکت یک لیوان آب میوه که تا خورده شده بود روی ماکروفر یک کارت سلطان بران و یک بسته کتاب روی میز پسخانه قرار داشت همه چیزهای دیگر در نظم عالی و بینقصی قرار گرفته بود در حالی که سیسیلیا داشت دور آشپزخانه میچرخید تست با تعجب به اطراف نگاه کرد در یک لحظه همه ظرفها را در ماشین ظرفشویی و خوراکیهای صبحانه را در قفسه مواد غذایی گذاشت و با پارچه ظرفشویی را پارک کرد سیسیلیا توضیح داد امروز صبح خیلی دیرمون شده بود و چنان ظرفشویی را میسابید گویی زندگیش به آن بسته است اصولا اگه کارامو انجام ندم از خونه نمیرم بیرون میدونم غیر منطقیم خواهرم میگه تو اختلال داری چی میگن وسواسی اختلال آره همینه اختلال وسواس و استراب بهش میگن تس فکر کرد خواهر سیسیلیا حق داشت گفت باید استراحت کنی سیسیلیا با عجله گفت بفرمایید بشینید چای میل یا قهوه مافین دارم بیسکویت ناگهان مکس کرد و دستش را به پیشانیش فشار داد و برای لحظه چشمانش را بست خدای من چیز چی داشتم میگفتم فکر میکنم باید برات چای درست کنم فکر کنم باید سیسیلیا یک صندلی از زیر میز بیرون کشید و ناگهان با دیدن هایش میخکوب شد سیسیلیا با تعجب بسیار گفت کفشام لنگه بلنگن تس گفت هیچ کس نفهمیده سیسیلیا نشست و آرنجش را روی میز گذاشت با خجالت به تس لبخند زد من تو سنت آنجلا به چیز مخالف اینی که الان هستم معروفم تس گفت خب پس او کتری سیسیلیا را که برق میزد پر از آب گرد و چند قطره آب را روی ظرفشویی خیل خیلی ظرفشویی خیلی تمیز سیسیلیا ریخت رازت پیش من میمونه تست نگران بود منظورش این را رسانده باشد که رفتار سیسیلیا خجالت آور است پس سعی کرد موضوع را عوض کند یکی از دخترات داره درباره دیوار برلین تحقیق انجام میده سیسیلیا گفت دخترم استر از روی علاقه شخصی دربارش کتاب میخونه توده کتاب ها را به سمت خود کشید و یکی از آنها را باز کرد دیوانه عاشق این موضوع هاست آخرش هممون متخصص میشیم گاهی اوقات خسته کننده میشه در هر صورت نفس عمیقی کشید و ناگهان صندلیاش را جلوتر آورد تا با تس روبرو شود گویی آنها در مهمانی شامی بودند و سیسیلیا تصمیم گرفته بود به جای مهمان آن طرفه میز به تست توجه کنند تا حالا برلین رفتی تست؟ گام صدایش درست نبود آیا دوباره میخواست بالا بیاورد آیا سیسیلیا مواد مصرف میکرد یا از نظر روانی بیمار بود راستش نه تست در قفسه مواد غذایی سیسیلیا را باز کرد تا چای کیسه پیدا کند و چشمانش از ترتیب ظروف تاپرور در اشکال و اندازه های مختلف گرد شد درست شبیه تبلیغات مجله بود چند بار رفتم اروپا اما دختر خالم فیلیسیتی حرفش را خورد میخواست بگوید دختر فلیسیتی فیلیسیتی به آلمان علاقه ای نداشت پس او هم هیچ وقت نرفته بود و برای اولین بار به ذهنش آمد که این حرف چقدر عجیب است گویی احساس خودش نسبت به دیدن آلمان هیچ اهمیتی نداشت احساس خودش نسبت به آلمان چه بود یک سینی پر از چند ردیف چای کیسه دید خدای من تو همه چی داری چه چای میل داری ارلگره سیاه بدون شکر تو رو خدا بذار من سیسیلیا خواست بلند شود بشین بشین تست تقریبا ریاست معابانه این را گفت گویی مدت هاست سیسیلیا را میشناسد اگر سیسیلیا شبیه آنچه بود رفتار نمیکرد تس هم همینطور بود سیسیلیا دوباره نشست فکری به ذهن تس خطور کرد پلی کفش ورزشیش همین الان لازم داره همین الان برم مدرسه سیسیلیا شوکه شد باز کفش های پولی یادم رفت پاک یادم رفت تس از شوکه شدن سیسیلیا خندهاش گرفت وی اولین بار است که او مسئله ای را فراموش می کند. سیسیلیا به او میگفت گفت تا ساعت ده نمیرن نمیرن تو مسیر مسابقه. تس گفت خب پس با لیوان چای می خورم. او از خودش با یک بسته شکلات باز نشده از قفسه سیسیلیا که گران به نظر می رسید پذیرایی کرد و تا حدی از جسارتش خوشحال بود. خب پس زندگی جدید اینطور از بیسکویت می خواهی. فصل 25 سیسیلیا به تسک لیوان چایش را به سمت دهانش میبرد نگاه کرد از لیوان اشتباهی استفاده کرده بود سیسیلیا هیچ وقت از آن لیوان ها برای مهمانهایش استفاده نمی کرد و به او لبخند زد و اصلا نمی دانست که در سر سیسیلیا چه خبر است میخوای بدونید دیشب چی فهمیدم تس شوهر من جینی کرولی رو به قتل رسونده میدونم وای هی اوهم دختر ریچل کرولی درسته همون خانم موسفید مهربون با چشمای غمگین همونی که امروز صبح از کنارمون رد شد و امروز تو چشم من نگاه کرد و لبخند زد خیلی بزدلم که نمیتونم صادق باشم یه بزدل واقعی اگه هر کدوم از آن جملات را بلند تکرار میکرد تست چه میگفت سیسیلیا فکر کرده بود تسی از آن شخصیت های مرموز و مطمئن است که نیازی نمی بیند جای خالی حرف دیگران را پر کنند اما حالا به ذهنش رسیده بود که شاید خجالتی است چیزی شجاعانه در مورد طرز نگاه کردن او به سیسیلیا وجود داشت و جوری با دقت و صاف نشسته بود گویی بچه ای است که در خانه دیگران سعی می کند درست رفتار کند او خیلی با سیسیلیا مهربان رفتار کرده بود و بعد از آن اتفاق وحشتناک او را تا خانه رسانده بود آیا از این به بعد سیسیلیا هر وقت ریچل کرولی را ببیند بالا می آورد چون این مسئله را پیچیده تر خواهد کرد. تست سرش را به سمت کتاب های دیوار برلین چرخاند. من همیشه کتاب های درباره فرار آدم ها را دوست داشتم سیسیلیا گفت منم همینطور موردهای موفق البته او بخش میانی یکی از کتاب ها را باز کرد این خانواده رو میبینی و به یک عکس سیاسفید از یک مرد و زن جوان و چهار فرزند کوچک و جولیدهشان اشاره کرد این مرد یک قطار رو دزدیده صداش میکردن کانون بالهری او با سرعت زیاد قطار را از موانع رد میکرد راهنمای قطار به او گفته بود دیوونه شدی رفیق همهشون مجبور شدن برن زیر صندلی تا گلوله بهشون نخوره فکر کن تصور کن نه جای مرده که جای زنه باشی من همیشه به اون مادره فکر میکنم چهار تا بچه که روی کف قطار دراز کشیدن گلوله روی سرشون پرواز میکنه مادر سعی کرده بود از خودش یه داستان بسازه تا حواسشون رو پرت کنه بعدها گفت که تا به حال هیچ وقت از خودش برای آنها داستان نساخته بود راستش منم هیچ وقت برای بچه هم داستان نمی سازم شرط می تو برای بچه هات خیلی داستان از خودت میسازی سازی مگه نه تس شکه شده بود گاهی اوقات فکر می کنم. سیسیلیا فکر کرد خیلی دارم حرف میزنم بعد فهمید گفته بچه ها در صورتی که تس فقط یک فرزند داشت و فکر کرد که آیا باید حرفش را تحصیح کند یا نه اما اگر تس باز هم بچه میخواست اما به دلایلی نمیتوانست بچه داشت شود چی؟ تس کتاب را چرخان تا بتواند تصویر آن زن را ببیند این نشون میده ها برای آزادی چیکارا کنند؟ گاهی اوقات یادمون میره سیسیلیا گفت ولی من اگه زنش بودم میگفتم نه خیلی آشفته بود گویی واقعا با این انتخاب روبرو بود آشکارا تلاش میکرد صدایش را ملایم کند فکر نکنم من هیچ وقت اونقدر شجا باشم حتما با خودم میگفتم ارزششو نداره چه اهمیتی داره که ما پشت دیوار گیر کردیم حداقل زنده ایم حداقل بچه هامون زندن مرگ بهای های سنگینی برای به دست آوردن آزادیه بهای آزادی جان پل چه بود؟ ریچل کرولی آیا او بهای های آزادیش بود؟ آرامشش آرامشی که ریچل بالاخره با دانستن آنچه بر سر دخترش آمده و چراییش داستان اینکه فرد مسئول به سزای عملش برسد به دست می آورد. سیسیلیا هنوز هم از دست آن معلم پیش دبستانی که ایزابل را به گریه انداخته بود عصبانی است ایزابل حتی دیگه این مسئله رو یادش نمیاد خدایا با وجود این حسری چلچه چه بود سیسیلیا دل گرفت چایش را پایین گذاشت تس گفت رنگت کاملا پریده سیسیلیا گفت فکر کنم بدنم ویروسی شده شوهرم به این ویروس منتقل کرده یه ویروس خیلی بد آها در نهایت ترسش با صدای بلند خندید یا یه چیز دیگه اما یه مشکلی دارم مطمئنا فصل 26 همانطور که تست داشت با ماشین سیسیلیا به سمت مدرسه رانندگی می کرد به ذهنش رسید که اگر پلی امروز کلاس ورزش دارد پس لیام هم دارد چون مگر هر دوی آنها در یک کلاس نیستند و اینکه لیام کفش های ورزشیاش را نپوشیده بود هیچ کس به تز نگفته بود که ورزش دارد یا شاید هم گفته بودند اما شاید او حواسش نبوده فکر کرد باید جلوی خانه مادرش توقف کند و کتانی لیام را بردارد دو دل بود هیچ کس به او نگفته بود مادر شدن به معنی تصمیم گیری در مورد هزاران موضوع کوچک است تس قبل از اینکه لیام را به دنیا آورد فکر می کرد خیلی قاطع است خب ساعت از ده گذشته است بهتر بود ریسک نکند تا کفشای پلی را سر وقت به مدرسه برساند به نظر می رسید مسئله بسیار مهمی است و تس نمی خواست سیسیلیا را ناراحت کند زن بیچاره واقعا مریض بود سیسیلیا به او گفته بود که ها را یا به کلاس پلی ببرد یا یک راست به معلم ورزشش تحویل دهد گفته بود کانر ویتبی رو تو زمین میبینی احتمالا این آسونترین راهه کانر رو میشناسم سپس تس خود را با گفتن این حرف شگفت زده کرد مدتی باهاش دوست بودم سالها پیش دیگه الان به تاریخ باستانی پیوسته البته با یادآوری قسمت تاریخ باستانی خجالت کشید چرا همچین حرفی زده بود خیلی مسخره بود البته سیسیلیا کاملا تحت تاثیر قرار گرفته بود خب در حال حاضر اون واجد شرایط ترین مجرد سنت آنجلاست به پلی هم نمیگن قبلا باهاش دوست بودی چون در غیر این صورت میکشتتت بعد یکی از آن خنده های مشوش و بلندش را کرد و گفت که خیلی متاسف است اما باید برود و همان لحظه دراز بکشد. وقتی تس کانر را پیدا کرد و سطح کار قرار دادن دقیق توپ بسکتبال در مرکز رنگی هر بخش از یک چتر رنگارنگ وسط زمین قرار داشت. او یک تیشرت خیلی سفید و یک شلوار وردشی مشکی پوشیده بود و از شب قبل در پمپ بنزین کمتر ترسناک بود نور خورشید خطوط عمیق دور چشمش را نشان میداد دوباره سلام او همانطور که داشت کفش ها را به او تحویل میداد لبخندی زد برای لیام فکر کنم نه اینا مال پولیفیتز سیسیلیا حالش خوب نبود منم پیشنهاد کردم که به جای اون کفشا رو بیارم لیام هیچ کدوم از وسایل ورزشیشون نداره تو که دعواش نمی کنی می کنی. دوباره کارش را تکرار کرد چرا با کانر ویتبی خیلی راحت حرف میزد چون فلیسیتی هیچ وقت او را دوست نداشت چون ازدواجش از هم پاشیده شده بود و نیاز داشت به خودش ثابت کند همچنان زیباست چون عصبانی بود چون غمگین بود چون اصلا چرا این کار را نکنند باهاش خوب رفتار میکنم کانر کفش های پلی را کنار چتر گذاشت لیام وردش دوست داره تس عاشق دویدن دویدن بیدلی رو خیلی دوست داره به ویل فکر کرد او دیوانه فوتبال بود و وقتی لیام نوزاد بود ویل خیلی هیجان زده بود که او را با خودش به مسابقات میبرد اما تا آن زمان لیام هیچ علاقه به اشتیاق شدید ویل نشان نداده بود تس میدانست که او حتما خیلی ناامید شده است اما همیشه به این مسئله می‌خندید و ویل را مسخره می‌کرد یک بار هم با هم داشتن مسابقه را از تلویزیون نگاه می‌کردند و تس صدای لیام را شنید که گفت بیا بریم بیرون و بدویم بابا ویل که از دویدن خوشش نمی‌آمد با اکراه خندهداری آه کشید و بعدید که تلویزیون خاموش است و آنها در حیات پشی در یک دایره با هم میدوند نمیگذارد فلیسیتی آن رابطه را ویران کند نمیگذارد لیام روزی با پدرش که هیچ شناختی از او ندارد مکالمه ناخوشایندی داشته باشد کانر پرسید با اولین روز مدرسه مشکلی نداشت تست گفت فکر نکنم داشته باشه با ماشین سیسیلیا ور رفت اما امروز صبح ناراحت بود دلش برای باباش تنگ شده منو باباش بگذنه من خیلی احمقانه فکر میکردم لیام متوجه اتفاقاتی که دورو برش داره میفته نیست کانر گفت گاهی آدم و با هوششون شگفت زده میکنند. دوتا تا توب بسکتبال دیگر از کیف پارچه درآورد و آن را جلوی قفسه سینهش گرفت مسئله دیگه اینه که گاهی با حماقتشون آدم و شگفت زده میکنن اما اگه حالتو بهتر میکنه بهت بگم که این مدرسه خیلی خوبه تا به حال تو مدرسه ای که اینقدر به بچه ها اهمیت بده درس ندادم البته کار مدیر مدرسه است دیوونه هست اما بچه ها برایش همیشه در اولویت قرار دارن حتما با حسابداری خیلی فرق میکنه تس به رنگ روشن چترها توجه کرد که به آرامی در نسیم به حرکت در آمدن. کانر گفت اوه تو منو از اون موقع که حسابدار بودم میشناسیم. سپس لبخند دوستانه و ملایمی به تس زد گویی خیلی بیشتر از آنچه فکر میکرد از تس خوشش میامد به دلایلی یادم رفته بود. گفت خب همه چی ماله خیلی وقت بیشه خودم هم چیز زیادی یادم نمیاد. چیز زیادی یادم نمیاد. حرفش خیلی معنی بود. کانر گفت واقعا سپس چون باتمه زد و یکی از توبها را روی قسمت قرمز رنگ چطر گذاشت. راستش من خیلی چیزها رو یادمه. منظورش چه بود؟ که خیلی چیزها رو از رابطهشان به یاد دارد یا اینکه کلا دهه نود را زیاد به خاطر داشت گفت بهتره برم تس به چشمان او نگاه کرد اما زود چشمانش را دزدید گویی کاری نادرست انجام داده باشد مزاحمت نشم دیگه باشه کانر به بسکتبال را بین دستانش بالا و پایین انداخت هنوز پایه اون قهوه که بهت گفتم هستی تس گفت حتما و لبخند زد تو چتر سواری و هر کاری که داری انجام میدی خوش بگذره بهت حتما قول میدم حواسم به لیام هم باشه تس از او دور شد و همانطور که داشت میرفت فکر کرد فلیسیتی چقدر فوتبال نگاه کردن با ویل را دوست داشت یکی از نقاط اشتراکشان بود یک علاقه مشترک تصمین شست و کتابش را میخوان وقتی آنها با همسر تلویزیون داد میزنند تس ناگهان برگشت چطور رو به جای قهوه بریم یه چیزی بخوریم کانری که از توپ روی چتر را با گوشه پایش جابجا کرد امشب چطوره؟ رمان راز شوهر نویسنده لیان موریارتی مترجم سهر حسابی راوی فرشته از کانال کتابخانه با من فصل 27 سیسیلیا روی زمین قفسه های مواد غذایش نشسته بود و گریه میکرد و بازوهایش را دور زانویش گرفته بود دستش را دراز کرد تا لوله حوله ها را از کشوی پایینی بردارد یکی را جدا کرد و دماغش را با عصبانیت پاک کرد اصلا یادش نمی آمد که چرا از اول به آنجا رفته بود شاید بدون دلیل خاصی و برای دیدن ظروف تا پرورش آمده بود تا ذهنش را آرام کند هندسه با هدف و شادی این اشکار منظم در پوش آبی و غیر قابل نفوذ هوا همه چیز را تازه و خشک نگه می داشت. اینکه وسایل سیسیلیا فاسد نمی شدن به دلیل روش نگه داشتنشان بود. بوی کمی روغن کنجد به مشامش رسید. همیشه حواسش بود که بطری روغن کنجد را پاک کند. اما بویش همچنان باقی می ماند. شاید باید آن را دور بریزد. اما جان پل جوجه کنجدی او را خیلی دوست داشت چه اهمیتی داره که جان پل چی دوست داره زندگی متحلیشان دیگر هیچگاه منصفانه نخواهد بود او دست بالا را می گرد و همیشه حرف آخر را می زن. زنگ درب صدا در به صدا درآمد و سیسیلیا نفس عمیقی کشید فکر کرد پلیس اما دلیلی نداشت پلیس حالا بعد این همه سال فقط به خاطر اینکه سیسیلیا میداند جلوی در خانه آنها ظاهر شود به خاطر این مسئله ازت متنفرم جان پل فیتس پاتریک همانطور که روی پا می این فکر را می کرد. گردنش درد می کرد. بطری روغن کنجد را هم برداشت و سر راهش به سمت در ورودی آن را به سطل آشغال انداخت. پلیس نبود. مادر جان پل بود سیسیلیا پلک زد ناهماهنگ ویرجینیا گفت همون بودی فکر میکردم باید بشینم رو پله با هم داشت ضعف میگن تخصص ویرجینیا این بود که به آدم در مورد هر چیزی که میتواند حس بدی بدهد او پنج پسر و پنج عروس داشت و سیسیلیا تنها کسی بود که ویرجینیا نتوانسته بود او را چه از روی خشم یا انزجار به گریه بندازد و این به دلیل اعتماد قوی سیسیلیا به تواناییش به عنوان یک همسر مادر و خاندار شروع کن ویرجینیا او گاهی اوقات وقتی نگاه ویرجینیا از پیراهن بیخط اتوی جانپل تا روی ستونهای بیگرد و خاک میچرخید با خود این فکر را میکرد ویرجینیا هر چهارشنبه بعد از کلاس تایچیش برای خوردن یک لیوان چای و یک چیز تازه پخته شده به خانه ی سیسیلیا سر میزد. جاری سیسیلیا گله کرده بود چجوری تحمل می کنی؟ اما برای سیسیلیا خیلی اهمیت نداشت. درست مثل شرکت در یک جنگ هفتگی بی هدف مشخصی بود و سیسیلیا اصولا برنده می شد. بوی چیه؟ این را ویرجینیا که گونهش را برای بوسیدن جلو آورده بود گفت روغن کنجده بله سیسیلیا دستش را بو کرد یا بشین الان کتریو رو روشن کنم. ویرجینیا گفت من اصلا از بوی کنجد خوشم نمیاد خیلی آسیاییه مگه نه خودش را روی صندلی جای داد و دور بر را نگاه کرد تا خطایی یا دودهی چیزی پیدا کند جانپول دیشب چطور بود؟ امروز صبح زنگ زد خیلی خوبه که زودتر از موعدی که قرار بود اومده دخترها باید خیلی خوشحال باشن خیلی باباین سه تا دخترات مگه نه باورم نمیشه که بعد از پرواز دیشب امروز مستقیم رفت سر کار احتمالا از پرواز دیشب هنوز خیلی منگه جان پل میخواست امروز خانه بماند گفته بود نمیخوام تنهاد بذارم تا تنهایی با این موضوع کنار بیای اصلا نمیرم دفتر حرف میزنیم همش حرف میزنیم با هم به نظر سیسیلیا هیچ چیز بدتر از بیشتر حرف زدن نبود اصرار کرده بود که جان پل سر کار برود و او را عملا به سمت در خانه هل داده بود نیاز داشت از جان پل دور باشد نیاز داشت فکر کند تمام صبح به او زنگ زده بود و پیغام های مشوشی برای او گذاشته بود آیا جان پل نگران بود سیسیلیا او را لو دهد در حالی که چای درست میکرد به مادرش گفت جان پل وجدان کاری داره فکر کن بفهمید پسر دوست داشتنید چیکار کرده فکر کن چشمان سیسیلیا را میدید که خیلی زیرکانه داشت او را ارزیابی میکرد ویرجینیا اصلا خنگ نبود این اشتباهی بود که جاریهای سیسیلیا میکردند دشمن را دست کم می گرفتن. ویرجینیا گفت حالت به نظر خوب نیست دا داغونی احتمالا خسته ای مگه نه دیگه خیلی کار میکنه شنیدم یعنی دیشب مهمونی داشتی داشتم با مارلا ایوانز صحبت میکردم و به هم گفت که خیلی هم موفق بودی دیشب حتی گفت که ریچل کرولی رو هم رسوندی خونه سیسیلیا گفت ریچل خیلی مهربونه چای ویرجینیا را همراه با گلچینی از کیک های خوشمزه جلویش گذاشت ضعف ویرجینیا همیشه سیسیلیا را به آیا می توانست بدون حالت تهوع درباره ریچل صحبت کند من حتی دعوتش کردم تولد دزد دریایی در پلی که البته خیلی هم کار خوبیه ویرجینیا گفت واقعا سکوتی حاکم شد جان پول اینو میدونه سیسیلیا گفت آره آره میدونه خیلی عجیب بود که ویرجینیا چنین سوالی بپرسد او خیلی خوب میدانست که جان پل خود را درگیر برنامه‌ریزی تولدها نمی کند سیسیلیا شیر را در یخچال گذاشت و برگشت و ویرجینیا را نگاه کند چرا این سوال را پرسیدی ویرجینیا با یک تکه کیک نارگیل از خودش پذیرایی کرد جان پول گفت اشکالی نداره چرا باید از نظر اون اشکالی داشته باشه سیسیلیا با دقت صندلی را از زیر میز بیرون کشید و پشت میز نشست احساس میکرد کسی انگشت شستش را وسط پیشانی او فشار میدهد گویی سر او از خمیر درست شده است چشمانش با چشمان ویرجینیا تلاقی کرد چشمان جان پول را داشت یک روزی زیبا بود و هیچ وقت یکی از عروس اش را بر اثر بجانه آوردنش در عکسی که در اتاق خانوادگی آویزان شده بود نبخشیده بود. ویرجینیا اول نگاهش را دزدید فکر کردم شاید جان پل ترجیح میده قریبه ها نیان تولد دخترش. صدایش عادی نبود. یک تکه از که که آناناس را گاز زد و خیلی عجیب آن را جویدگوی تظاهر به جویدن میکنند. اون میدونه این فکر با صدای خفه و آهسته در جا به ذهن سیسیلیا آمد. جان پول گفت هیچ کس خبر ندارد. خیلی پا میکرد که کسی خبر ندارد. لحظه هر دویشان ساکت شدند. صدای یخچال میامد. سیسیلیا صدای قلبش را میشنید. ویرجینیا نمیتوانست خبر داشته باشد. مگر نه ناگهان جرعه چای و همراهش بی اختیار، هوا را قورت داد سیسیلیا گفت من با ریچل در مورد دخترش حرف زدم انگار نفس کم آورده باشد درباره جینی تو راه خونش سپس سکوت کرد و نفسی کشید تا خودش را آرام کند ویرجینیا تکه کیک آناناس را زمین گذاشت و در کیفش دنبال چیزی میگشت چیز زیادی درباره اینکه کی, کی این اتفاق افتاد یادت میاد ویرجینیا گفت خوب یادمه دستمان کاغذی را از کیفش درآورد و دماغش را پای کرد روزنامه ها خیلی این اتفاق و دوست داشتند صفحه صفحه عکس چاپ میکردن ازش حتی یه عکسی نشون داده بودن که دستمان کاغذی را در دستش مچاله کرد و گلویش را صاف کرد یه تسبیح صلیبی که از مروارید درست شده بود تسبیح جان پل گفته بود چون آن روز امتحان داشت مادرش تسبیحش را به او قرض داده بود حتما عکس آنها را دیده و تشخیص داده اما کلمه حرف نزده است هیچ وقت سوالی نپرسیده تا نیازی به جواب نداشته باشد اما او میدانست قطعا همه چیز را میدانست ویرجینیا گفت اما همه چیز خیلی وقت پیش اتفاق افتاده سیسیلیا گفت آره گرچه احتمالا هنوزم برای ریچل ناراحت کننده است ندونستن ندونستن اینکه چه اتفاقی افتاد چشمانشان در طرف دیگر میز ثابت ماند این بار ویرجینیا چشمانش را ندازید سیسیلیا ذره های پودر صورت نارنجی رنگ خطوط چروک دور دهان ویرجینیا را به وضوح میتوانست ببیند بیرون خانه آوای میان هفته محله به گوش می رسید. چهچه توتی کاکل سفید، چهچه گنجشک ها، هم همه دور, دور وزیدن باد میان برگ ها، کوبیده شدن در ماشین. البته این چیزی رو عوض نمی کنه. نه جینی رو زنده می کنه. ویرجینیا بازوی سیسیلیا را نوازش کرد به اندازه کافی بدون این موضوع واسه خودت مشغله داری خانواده تو اولویتن شوهرت و دخترت اونا در اولویتن آره البته سیسیلیا حرفش را شروع کرد و ناگهان قطع کرد پیغامش بلند و رسا بود لکه شیطان تمام خانهش را گرفته بود بویش مثل روغن کنجد بود ویرجینیا با مهربانی لبخند زد و تکه که آن ناس را بار دیگر برداشت و بین انگشتانش گرفت رازم نیست که من اینو بهت بگم مگه نه تو خودت یه مادری تو هر کاری واسه بچهات میکنی درست مثل من که هر کاری به خاطرشون میکنم فصل 28 هم. ساعت کاری مدرسه تقریبا به پایان رسیده بود و ریچل با تایپ اخبار مدرسه مشغول بود و دستانش خیلی سریع رو صفحه کلید حرکت میکن سوشی از الان در کافتریا موجود است سالم و خوشمزه برای انجام کارهای کتابخونه به داوطلبان بیشتری نیاز داریم یادتون نره فردا رژه تخم مرغی کلاه مخصوص عید پاک داریم کانر ویتبی به قتل دختر ریچل کرولی متهم شده او را بهترین آرزوها را برای ریچل داریم و تقاضا برای سمت معلمی وردش کاملا آزاد است انگشت کوچکش دکمه حذف را زد حذف حذف تلفنش وزوز کرد و صدای ویبرش روی میز کنار کامپیوترش آمد و او تلفن را برداشت خانم کرولی رادنی بلاچ هستم ریچل گفت رادنی خبر خوب برام داری رادنی گفت خوب خوب که فقط میخواستم بهت خبر بدم که نوار رو به یه آدم خوب تو گروه قتل دادم به نظر راحت حرف نمیزد گویی حرفایش را قبل از اینکه زنگ بزند نوشته باشد پس مطمئن باش که به دست اهلش رسیده ریچل گفت خوبه این تازه شروعشه پرونده رو یه بار دیگه باز میکنن رادنی گفت خب خانم کرولی مسئله اینه که پرونده جینی اصلا بسته نشده هنوز بازه تا وقتی افسر تجسس شواهد جدیدی کشف کند همانطوری که در مسئله جینی اتفاق افتاد همونجور که خودتونم هم میدونین باز میمونه منظورم اینه که به نوار نگاه میندازن قطعا بهش نگاه میکنن ریچل گفت و دوباره کانر ویتبی و بازجویی میکنن تلفن را محکم به گوشش فشار داد رادنی گفت فکر میکنم امکانش هست بله اما خواهش میکنم زیاد بهش امید نداشته باش خانم کرولی لطفا نداشته باش ناراحتیش گویی از یک نامیدی فردی نشعت گرفته باشد گویی به او گفته باشند امتحانی را رد شده است که به اندازه کافی خوب نبوده است که در کمک به دخترش رد شده است دوباره جینی را نامید کرد اما ببینین نظر من آدمای جدید جوانتر و باهوشتر از منند کسی از گروه قتل این هفته باهات تماس میگیره و بهت خبر میده که نظرشون چیه وقتی ریچل تلفن را زمین گذاشت و به سمت کامپیوترش برگشت چشمانش تار میدید متوجه شد که در تمام روز پیش های خوش خیالانه ای داشته گویی این نوار قرار بود اتفاقاتی را موجب شود که به نتایج خوبی میرسد که قرار بود آن نوار جینی را به زندگی برگرداند کودک درونش هیچ وقت نپذیرفته بود که چنین اتفاقی افتاده که دخترت به قتل رسیده قطعا روزی یک دست قوی تر مسئولیت همه چیز را بر عهده میگیرد و همه چیز را درست میکند شاید خدا همان شخصیت منطقی و مورد احترامی بود که ریچل فکر میکرد کرد پا پیش میگذارد آیا واقعا تا این حد دچار توهم بود حتی ناخداگاه خدا برایش مهم نبود بیشتر از این نمیتوانست بیخیال رفتار کند خدا به کانر ویتبی اختیار داد و کانر از آن اختیار برای خفه کردن جینی استفاده کرد ریچل صندلیاش را به عقب هل داد و به بیرون پنجره و حیات نگاه کرد از بالا تا پایین را نگاه کرد و هر را که در جریان بود می توانست مشاهده کند دیگر نزدیک آمدن والدین و بردن بچه ها بود پدر و مادرها در حیات پخش بودند گروه کوچک مامان ها غرق گفتگو بودند پدری که گاهی دنبال فرزندش می آمد هم در دمین تصویر دیده می شد که در حال چک کردن ایمیل هایش از طریق موبایل بود یکی از پدرها را دید که کنار رفت تا ویلچر یک نفر رد شود لوسی اولیری بود دخترش تس صندلی را هل میداد ریچل میدید که تس خم شد تا چیزی را که مادرش میگفت بشنود بعد سرش را عقب برد و خندید چیز ویرانگری درباره آن دو وجود داشت همیشه میتوانی با دختر بزرگسالت جوری دوست شوی که با پسر بزرگسالت نمیتوانی این چیزی بود که کانر از او گرفته بود همه روابطی که ریچل در آینده می توانست با جینی داشته باشد من اولین نفری نیستم که بچهش رو از دست میده ریچل آن سال اول همیشه این را به خودش می گفت. من اولی نیستم آخریم نخواهم بود البته تفاوت ایجاد نمی کرد. زنگ پایانی مدرسه به صدا درآمد و لحظاتی بعد بچه ها از کلاس هایشان بیرون آمدند همان ور صدای بچه گانه بعد از زورهای آشنا به گوش می رسید خنده فریاد گریه ریچل نوه لوسی اولیری را دید که به سمت مادر و مادر بزرگش دوید نزدیک بود بیفتد چون از دو دستش برای حمله یک کار دستی پیچیده شده در یک ورقه آلمینیومی استفاده می کرد و به صورت عجیب و غریبی راه می رفت. تست کنار ویلچر مادرش خم شد و عصب داشتن آن را باز میکردند تا ببینند چیست سفینه فضایی شاید شکی نیست که کار ترودی مکداف است برنامه را بیخیال اگر ترودی تصمیم می گرفت کلاس اول آن روز سفینه فضایی درست کند پس همانطور میشد لورن و راب بالاخره در نیویورک میمانند جیکوب لحجه آمریکایی پیدا می کند برای صبحانه کیک خواهد خورد ریچل هیچ وقت او را در حال دویدن به سمت بیرون مدرسه در حال حمل مقوا و ورقه آلمینیومی نخواهد دید پلیس هیچ کاری با نوار ویدیویی نخواهد کرد آن را در پروندهاش میگذارند احتمالا اصلا ویدیو نداشتند که بتوانند نوار را ببینند ریچل به سمت صفحه کامپیوترش برگشت و دستانش را روی کلیدها پهن کرد. 28 سال منتظر اتفاقی بود که هیچ وقت رخ نخواهد داد. رمان راز شوهر نویسنده لیان موریارتی مترجم سهر حسابی راوی فرشته از کانال کتابخانی با من فصل 29 نهم. اشتباه کرد که پیشنهاد بیرون رفتن را به کانر داده بود. چه فکری کرده بود؟ بار پر از جوانان کم سن و سال بود بیشترشان از دید تست دانش آموزان دبیرستانی به نظر می آمدن که باید در خانه بمانند نه اینکه در شب مدرسه زمان خود را در اینجا سپری کنند کانر یک میز خالی برایشان پیدا کرد که البته خیلی خوب بود اما کنار جایی بود که نور چشمک زن بار از آنجا تعمین می شد. و هر دفعه که تس میخواست به کانر بگوید صدایش را نمیشنود نور روی صورتش میافتاد پایش از پیاده روی طولانی از خانه سیسیلیا تا مدرسه همچنان کرخت بود کلاس های رزمی که با فلیسیتی میرفت فقط سشم به شب کلاس برگزار میکرد اما او توانست بین مدرسه لیام و کار خودش هیچ زمانی را برای رفتن به کلاس باز کنند ناگهان یادش آمد 190 دلار برای دوره هنرهای رزمی لیام پرداخت کرده و لیام قرار بود امروز در اولین جلسه کلاسش در ملبورن شرکت کند در هر صورت الان اینجا چه می کرد؟ دلش برای ملبورن تنگ شد دلش برای ویل تنگ شد دلش برای فیلیسیتی تنگ شد دلش برای زندگیش تنگ شد کانر کمی جلو آمد لیام ضرب دست خوبی داره ولی خدای من مگه جلسه اولیا و مربیانه امروز وقتی تس لیام را از مدرسه می آود به نظر خوشحال بود و از فیلیسیتی و ویل حرفی نزد به جای آن مدام از این که چطور در جستجوی بهترین تخم مرغ عید پاک بود و اینکه چطور تخم و را با پلی فیتس پاتری که قرار است مهمانی دزدان دریایی محشر داشته باشد و همه در کلاس به تولدش دعوت شدن تقسیم کرده بود اینکه یک بازی خیلی جالب را که با چتر انجام می شود در زمین بازی انجام داده اینکه قرار است روز بعد رژی عید پاک باشد و معلمشان قرار است مثل یک به مرغ شکلاتی لباس بپوشد تس نمیفهمید که تازه بودن مدرسه او را بسیار خوشحال کرده یا به خاطر شکلات ها اینقدر خوشحال است اما حداقل فعلا دلش برای زندگی قبلیش تنگ نبود تس پرسید دلت میخواست مارکوس همینجا باشه لیام جواب داده بود نه واقعا مارکوس خیلی خبیس بود برای درست کردن کلاه عید پاک هم اجازه نداد کسی کمکش کند و با یکی از کلاههای قدیمی لوسی گل مصنوعی و یک عروسک خرگوش چیز عجیب و شگفت انگیزی خلق کرد سپس شامش را خورد در همام آواز خوان و تا هفت و نیم به خواب رفت هر اتفاقی که بیفتد دیگر به مدرسه ملبورن نخواهد رفت به باباش رفته تس با آه این را گفت زر دست ویل هیچ وقت او را به چنین جایی نمی برد. او همه بارها و رستورانهای خوب را بلد بود. کوچک با کلاس با نور مناسب و همیشه پشت میزی می نشستن در با هم صحبت می کردن. گفتگویشان هیچ وقت نمی شد. هنوز می توانستن همدیگر را به خنده بیاورند. هر دو ماه یک بار با هم بیرون می رفتند. دوتایی سینما می رفتند و شام می خوردن. مگر نباید این کار را کرد. نباید هر دو ماه با یک قرار آشانه در زندگی مشترک سرمایه گذاری کرد. از این عبارت متنفر بود. وقتی بیرون می رفتند فیلیسیتی از لیام مراقبت می کرد. همیشه وقتی به خانه می رسیدند با فیلیسیتی هم چیزی می خوردند و شب خودشان را برایش توصیف می کردند. گاهی اوقات که دیر می شد هم فیلیسیتی شب را در خانه آنها می ماند و صبح روز بعد همه با هم صبحانه می خوردند. بله فیلیسیتی بخش جدای ناپذیر زندگی آنها بود آیا وقتی فلیسیتی در تخت آنها در اتاق مهمانشان دراز کشیده بود آرزو آر میکرد جای تست باشد آیا رفتار تست در مقابل فلیسیتی بیچون و چرا ظالمانه بود چی کانر جلوتر آمد و چپ چپ به تست نگاه کرد میگم از ناگهان صدای فریاد بلندی از میز بغلی آمد یک پسر با شانه های پهنش درست مثل گوریل به با سینه به تس برخورد کرد کانر گفت حواست باشه پسر معذرت میخوام رفیق همین الان با رفقام. پسر چرخید و صورتش برق زد آقای ویتبی وای بچه ها این آقا معلم ورزش دبستانم بود بهترین معلم ورزش دنیاست دستش را جلو آورد و کانر بلند شد و با او دست داد و به تس نگاه کرد که ناشی از ناراحتیش بود چطوری آقای ویتبی پسر دستش را داخل جیبش برده بود و وقتی با کانر حرف میزد سرش را خیلی تکان میداد و کانر هم حالت پدرانه به خود گرفته بود کانر گفت خوبم دانیل تو چطوری بذارید مهمونتون کنم باعث افتخار منه جدی میگم میدونید چیه دانیل لطف داری اما داشتیم میرفتیم سپس کانر دستش را به سمت تس دراز کرد و تس هم ناخداگاه کیفش را برداشت و بلند شد دست کانر را جوری گرفت گویی سالهاست با هم زندگی میکنند ایشون خانم ویتپیه پسر تس را ورانداز کرد سپس به سمت کانر برگشت چشمکی به او زد و به نشانه ایول دستش را بالا آورد سپس به تس رو کرد شوهر شما آقای ویتبی حرف نداره خیلی محشره به من پرش، هاکی، کریکت و هر ورزش مسخره ای که تو دنیا وجود داره یاد داده و میدونم هیکلم ورزشکاری به نظر میاد. ورزشکارم هستم واقعا فقط اون هم خوب نیستم اما آقای ویتبی ما دیگه باید بریم دانیل کانر به شانه پسر دست کشید خوشحال شدم از دیدنت منم همینطور رفیق منم همینطور کانر تس را به بیرون و به سمت شب شب آرام راهنمایی کرد گفت به بخش داشت اون تو خورد میشد احساس میکردم الان که کرشم بعدشم دانش آموزی که اصلا در حالت عادی نبود وای خدایا من هنوز دستتو گرفتم مثل اینکه گرفتی چیکار داری میکنی تس اما دستانش را رها نمیکرد اگر ویل اجازه دارد عاشق فلیسیتی شود اگر فلیسیتی اجازه دارد عاشق ویل شود پس او هم اجازه دارد برای لحظاتی دست یکی از دوست پسرهای سابقش رو در دست بگیرد چرا که نه یادمه که همیشه دستات رو خیلی دوست داشتم کانر این را گفت و گلویش را صاف کرد احساس میکنم کارم اصلا درست نیست تس گفت خب کانر به آرامی بند انگشتان تس را لمس کرد غیر قابل درک بود تس این را فراموش کرده بود که حسهایت هایت ناگهان منفجر می شود و ضربان قلبت بالا می رود گویی پس از خوابی طولانی ناگهان بیدار شده باشی شادی میل حساب شدن از یادش رفته بود پس از ده سال زندگی مشترک چنین چیزی غیر ممکن از همه این را می دانند. بخشی از قوانین ازدواج بود او هم این قوانین را پذیرفته بود از نظر او مسئله نبود حتی نمیدانست چنین چیزی را از دست داده است اگر هم به این مسئله فکر می کرد بچگانه احمقانه حالا هر چی مهم نیست به نظرش میآمد او بچه داشت که باید از او می کرد کاری داشت که باید انجام میداد اما خدایا قدرتش را از یاد برده بود ویل با فیلیسیتی همین قدرت را احساس می کرد. آن هم وقتی او مشغول مسائل روزمره زندگی شده بود. کانر دستش را محکم تر فشار داد. شاید تست تنها به این دلیل که فرصتی نیافته بود به ویل خیانت نکرد. در واقع او به هیچ کس در عمرش خیانت نکرد. هیچ وقت سرش را با پشیمانی از بالش بلند نکرده بود. همیشه کار درست را انجام داده بود چرا برای چه برای کی مهم بود تس به دستان کانر خیر شد و مات و مبهود نگاه کرد در جوان 1987 رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در برلین غربی سخنرانی کرد و گفت آقای گرباچوف اگر به دنبال صلح هستید اگر خواستار توسعه اتحاد جماهیر شوروی هستید اگر به دنبال آزادی هستید به اینجا بیایید آقای گرباچوف این دروازه را باز کنید آقای گرباچوف این دیوار را نابود کنید در سیدنی اندرو لوسی اولیری به آرامی و با صداقت بیرحمانه روبروی هم نشسته بودند و صحبت می کردند و دختر ده سالهشان در طبقه بالا به خواب رفته بود اندرو گفت مسئله این نیست که نمیتوانم ببخشم مسئله اینه که برام مهم نیست دیگه برام مهم نیست لوسی گفت من فقط این کار رو کردم که تو بیشتر به هم توجه کنی اما چشمان اندرو از او گذشته بود و به در نگاه میکرد میخواست برود فصل سیوم پلی پرسید ماجرا چیه که غذا گوشت بره نداریم همیشه وقتی بابا میاد خونه گوشت میخوریم خیلی ناراحت چنگالش رابطه که ماهیه بیش از حد پخته شده در بشقابش زد ایزابل به سیسیلیا گفت چرا واسه شام ماهی درست کردی بابا از ماهی متنفره جان پول گفت متنفر که نیستم استر گفت چرا هستی جان پل گفت خب باشه غذای مورد علاقم نیست اما خیلی خوبه اصلا خوب نیست پلی چنگالش را زمین گذاشت و آه کشید جان پول گفت پولی فیتس پاتریک ادبت کجا رفته مادرتون برای درست کردن این خیلی زحمت نکن سیسیلیا دستش را بالا گرفت لحظه سکوت ها فرما شد همانطور که همه منتظر بودند تا سیسیلیا چیز دیگری بگوید اما او چنگالش را زمین گذاشت و چیزی نگفت جان پول پرسید خب امروز همه روز خوبی داشتن استر گفت خونه بوی روغن کنجد میده و بو کشید ایزابل گفت آره منم فکرم جوجه کنجدی داریم جان گفت ماهی غذای ذهنه ما رو باهوش میکنه استر گفت پس اسکیموها باهوش ها باهوش ترین آدمای روی زمین نیستند جان گفت شاید باشن پولی گفت این ماهی خیلی مزه بدی میده استر پرسید تا حالا یه اسکیمو جایزه نوبل برده ایزابل گفت مزه شکم مسخره است مامان سیسیلیا بلند شد و بشقاب پر از غذای همه را دور ریخت دخترانش شوکه شده بودند همهتون میتونین نون بخورین خوبه که جان پل اعتراض کرد و با نوک انگشتانش لبه بشقابش را محکم گرفت و بود من داشتم کیف میکردم سیسیلیا بشقابش را کشید نه خیرم اینطور نیست در چشمان او نگاه کرد از آن لحظه که به خانه آمده بود سیسیلیا مستقیم به او نگاه نکرد اگر خیلی عادی رفتار میکرد، اگر اجازه میداد زندگی ادامه پیدا کند، آیا از گناه چشم نکرده بود؟ یا مسئله را پذیرفته بود؟ یا به دختر ریچل کرولی خیانت میکرد؟ مگر چنین تصمیمی نگرفته بود که کاری نکند؟ دیگر چه تفاوتی میکرد با جان پل سرد رفتار کند یا نه؟ آیا فکر میکرد این کار تفاوت ایجاد میکند؟ نگران نباش ریچل با قاتل دخترت خیلی بد رفتار میکنم نه برای اون گوشت نداریم نه آقا فصل سی و یکم سیسیلیا روی مبل کنار استر نشست و ویدیویی سرد و واضح نوامبر 1989 را که در آن دیوار برلین فرو پاشید نگاه کردند خودش هم درگیر دیوار شده بود وقتی مادر جان پل رفته بود سیسیلیا پشت میز آشپزخانه نشسته و تا وقت آوردن بچه ها از مدرسه فرا برسد داشت یک از کتاب های استر را میخواند خیلی کار داشت رساندن محصولات تا پرور به خریداران آمادگی روز عید پاک و تولد دزدان دریایی اما ظاهرا خوندن کتابی درباره دیوار برلین بهترین راه برای فکر نکردن به چیزی بود که داشت به آن فکر میکرد استر داشت شیر داغ میخورد و سیسیلیا هم داشت لیوان سوم یا چهارم نوشیدنیاش را میخورد جان پل داشت به پلی که تمرین خواندنش را انجام میداد گوش میکرد ایزابل هم در اتاق نشیمن و پشت کامپیوتر نشسته بود و آهنگ دانلود میکرد و روی آیپادش میریخت خانه آنها خیلی دنج و روشن بود. سیسیلیا بو کشید. بوی روغن کنجد همه جای خانه پخش شده بود. استر به آرنج به مادرش زد. ماما نگاه کن. سیسیلیا گفت دارم نگاه می کنم. خاطره سیسیلیا از سیر اتفاقات که در سال 1989 دیده بود خیلی پرآشوبتر از این فیلم بود. او جمعیت مردمی را که روی دیوار، میرقصیدند و مشتشان را به هوا میکوبیدند به خاطر داشت یک بار دیوید هاسل ها آن بالا نخوانده بود اما سکوتی ترسناک و عجیب در کلیپ هایی که استر پیدا کرده حاکم بود مردمی که از برلین شرقی بیرون می شگفت زده خوشحال بودند اما آرام و با نظم خاصی و در صف از آنجا خارج می شنن. خب بالاخره آلمانی بودن همان گروه آدم های مورد علاقه سیسیلیان ها فریاد می همدیگر را در آغوش می گرفتند و اشک می و بوق های ممتد فاصله داری می زدند. اما همه خیلی خوب رفتار میکردند و مهربان به نظر می رسیدند حتی آدمهایی که با پتک به دیوار میکوبیدند و هم با شادی کنترل شده این کار را می کردند نه از روی خشم و بدتینتید سیسیلیا زنی هم سن و سال خود را دید که در دایره با یک مرد ریشدار با کت چرم می رخصید. استر پرسید چرا داری گریه می مامان؟ سیسیلیا گفت چون اونا خیلی خوشحالند. چون آنها این مسئله غیر قابل تحمل را طاقت آوردند چون آن زن احتمالا فکر میکرد مثل خیلی از مردم که اینطور فکر را میکردند که دیوار در نهایت فرو پاشد، اما نه در عمر او و فکر میکرد او هیچ وقت این روز را نمیبیند اما بالاخره دید و حالا داشت میرقصید استر گفت خیلی عجیبه که همیشه در مورد چیزای شاد گریه میکنی سیسیلیا گفت میدونم پایان خوش یک چیز همیشه او را به گریه میانداخت راحت میشد یه فنجون چای میخوای وقتی پلی کتابش را کنار گذاشت جان پل کنار میز نهارخوری ایستاده بود و با دلواپسی با به سیسیلیا نگاه میکرد. تمام شب سیسیلیا از نگاه های کمرو و نگرانش آگاه بود داشت او را دیوانه میکرد. سیسیلیا با لحن تندی گفت نه و از نگاه کردن به چشمانش اجتناب کرد. نگاه مبهود دخترانش را احساس میکرد. یه فنجون چای نمیخوام.